در برنامه امروز میخواهم درباره واژه پرمار سخن بگویم. واژه های پدر و مادر فارسی هستند، ریشه هندو اروپایی دارند و تقریبا در همه زبان های هندو اروپایی با تلفظ های گوناگونی به کار می روند. در انگلیسی father و mother، در فرانسوی père و mère، در آلمانی فاتر و موتر، در ارمنی هایر و مایر. با اینکه عربی بسیاری از واژه‌های خود را بر فارسی تحمیل کرده، ایرانیان واژه‌های پدر و مادر را از دست ندادند و اب و ام را به کار نبردند مگر در شعر. باید دانست که بسیاری از واژه‌های عربی را شاعران به سبب وزن و قافیه وارد فارسی کردند. به بسیاری از این واژه‌ها نیازی نبوده، ولی چون به درد سجع و قافیه می‌خوردند، شاعران به سراغ آنها رفتند. شعر نو فارسی کمتر به عربی نیاز دارد و اینها موضوع‌هایی‌اند که در آینده در گفتاری به آنها خواهم پرداخت. این بیت از سوزنی سمرقندی که مداحی و چاپلوسی است، نه زیباست نه حرف مهمی دارد، ولی واژه اب را به کار برده. ایا به علم و شرف وارث نبی و وصی، گرفته سطر سیادت به نسبت اب و جد. از 17 واژه‌ای که در این دو مصرع به کار رفتند، 10 تا عربی هستند. از 7 واژه فارسی 6 تا حرف اضافه اند، ایا به و که چند بار به کار رفتن. تنها واژه فارسیان گرفته است. یا این بیت منوچهری دامغانی که از هذیان‌گویی دور نیست: همتش اب و معالی ام و بیداری ولد، حکمتش ام و جلالت خال و هوشیاری ختن. ختن یعنی پدرزن در زبان عربی. این یکی از 75 بیت قصیده است با قافیه عتن که در آن شاعر بنابر هوس تا توانسته واژه های عربی به کار برده تا قافیه را جور کند. برای اینان فارسی زبان بیدر و پیکر زبان بازی بوده است. پس پدر و مادر واژه های فارسی هستند، ولی ما واژه مشترک یا عامی که مادر و پدر هر دو رو برساند نداریم. مقصودم برابری است برای واژه انگلیسی parent. انگلیسی این واژه رو از فرانسه پغان گرفته. واژه‌ای که در فارسی برای parent به کار می‌رود والدین است، جمع تثنیه ولد در عربی. ما در فارسی تثنیه نداریم. واژه والدین بیشتر کتابی است. مردم در گفتار روزانه بیشتر میگویند پدر مادر یا پدر و مادر. اشکال پدر مادر این است که به سبب آشکار بودن پدر و مادر در آن شخصیت مستقل ندارد و بنابراین بر این نکته سرپوش میگذارد که با بگرت کنسپت دیگری روبرویم. در مقایسه والدین این اشکال را ندارد، ولی این گونه واژه های عربی به فارسی گزند بسیار رساندن و نگذاشتن فارسی چنان که باید شاخ و برگ بیابد. پیامد کاربرد بیش از حد واژه های عربی خشکیدن بسیاری از شاخ و برگ های فارسی بوده است. دلیلش همین نداشتن واژه برای پرنت است. راستی چرا ما برای پرنت واژه فارسی نداریم؟ اینکه بگرت کنسپت پیچیده فلسفی، فیزیکی یا ریاضی نیست. برای پدر، مادر، برادر، خواهر واژه فارسی داریم، ولی برای پرنت برابری نداریم. علت این است که مادر، پدر، خواهر، برادر بگرت‌های کهن و نخستانند، پرایمری، حالان که پرنت بگرتی است دومان، سکندری. این بگرت در زبان‌های هندو اروپایی همراه با پدر، مادر، خواهر، برادر ساخته نشده، بعدها در زبان پدیدار گشته است. برای نمونه
در آلمانی واژه‌های پدر، مادر، خواهر، برادر، دختر همان‌هایی‌اند که در دیگر زبان‌های هندواروپایی با تلفظ‌های گوناگون به کار می‌روند. ولی در آلمانی واژه پرنت الترن است که بعدها ساخته شده. البته پرنت در زبان‌های اروپایی به معنای خیشاوند هم هست و ما در فارسی برایش همین واژه خیشاوند را به کار می‌بریم که بسیار هم نیکوست. چنان که گفتم در اینجا مقصودم واژه مشترکی است برای پدر و مادر. در متن‌هایی که از اوستایی، فارسی باستان و پهلوی به ما رسیدند، واژه‌ای برای والدین دیده نمی‌شود. البته این به معنای آن نیست که این واژه در آن زبان‌ها وجود نداشته، زیرا تنها بخشی از نوشته‌های زبان‌های باستانی ایرانی از دسترس گزندها در امان مانده و به ما رسیدند. به هر حال ما در فارسی برای بگرت کنسپت پرنت واژه‌ای نداشتیم و وقتی به آن نیاز افتاده، بیان که بکوشند برایش واژه‌ای فارسی بیابند، یعنی به خود زحمتی بدهند، به سراغ عربی رفتند و والدین را از آن گرفتند. و این سخن زنده یاد استاد جلال الدین همایی را بیاد می‌آورد که در سخنرانی سال 1322 در فرهنگستان یکم گفت: وقتی که همه دوره‌ها را از ظهور اسلام تا حال از مد نظر بگذرانیم، می‌بینیم که دانشمندان ما از قدیم تا کنون متاسفانه بیشتر سعی و کوشش خود را در زبان‌های بیگانه صرف کرده. سهل است که پاره‌ای از کوته‌اندیشگان اصلاً زبان فارسی را خار و بی‌مقدار شمردند. علمای قدیم تمام هم خود را در تدوین و تکمیل زبان و ادبیات عرب مبذول داشتند و به زبان فارسی چندان اعتنا نکردند. در صورتی که اگر عشر آن همه زحمت و رنج را برای قواعد فارسی متحمل شده بودند، صرف و نحو و معانی و بیان و لغت فارسی نیز به حد کمال می‌رسید. به هر حال اگر بخواهیم در فارسی برای پرنت واژه‌ای داشته باشیم، یعنی نخواهیم واژه والدین را به کار ببریم، چه واژه‌ای می‌توانیم برای آن داشته باشیم؟ توجه من از آنجا به این واژه جلب شد که پرنت در فیزیک هم کاربرد دارد و تا چند دقیقه دیگر به آن خواهیم رسید. و چون من واژه والدین را نه زیبا می دانم نه درخور، در جستجوی برابر فارسی برای آن برآمدم. این چندان افتخارآمیز نیست که فارسی برای واژه نسبتاً پیش پا افتاده‌ای چون پرنت برابر نداشته باشد. من در فیزیک و در اختر فیزیک در برابر پرنت واژه پرمار را به کار می‌برم. از گیلکی پر به معنای پدر و مار به معنای مادر. در واقع پرمار همان پدر مادر است، ولی چون واژه‌های پدر و مادر در آن آشکار نیستند، شخصیت آواییک و زبانیک مستقلی دارد. پس با این قرارداد پرمار یعنی پدر یا مادر، واژه عام نیست برای این دو. به طور کلی هر انسانی دو پرمار دارد، پدر و مادر. پدر و مادر پرمارهای اویند. پرمار بر دو نوع است: زیست شناختی و حقوقی. پرمار زیست شناختی کسی است که فرزند ژن‌هایش را از او به ارث می‌برد. پدر و مادر، همچنین پدر بزرگ و مادر بزرگ، که می توان آنان را به طور جمعی پرمار بزرگ نامید. از آغاز پیدایش انسان تا یکی دو دهه پیش، انسان تنها دو پرمار زیست شناختی مستقیم داشت: پدر و مادر. از سال 1997 به بعد انسان می تواند دارای سه پرمار زیست شناختی مستقیم باشد، یعنی از سه انسان گوناگون ژن دریافت کرده باشد. این سه تن عبارتند از پدر، مادر و زن دیگری که بخشی از ژن‌ها را به فرزند می‌دهد. گاهی بر اثر بیماری تخمک زن بارور نمی‌شود، زیرا یکی از جزء‌های یاخته یا سلول بیمار است. یاخته از سه بخش
از سه بخش بنیادین ساخته شده: سیتوپلازم، هسته و دانه های میتوکندری. سیتوپلازم مایع لزجی است که یاخته را پر کرده. هسته بخش مرکزی سیتوپلازم را گرفته و بیشتر ژن‌های مادر را در خود دارد. میتوکندری ها اندامک های ریزی هستند که درون تخمک پراکنده هستند و در واقع کارخانه های تولید انرژی تخمک هستند. گاهی میتوکندری ها بیمارند و در نتیجه تخمک بارور نمی شود. همکنون با پیشرفت های شگرف زیستشناسی و پزشکی می توان با روشی تخمک را بارور کرد. هسته تخمک زن دومی را که دهنده است برمی‌دارند و هسته تخمک مادر را جایگزین آن می‌کنند و چون میتوکندری‌های دهنده سالمند تخمک می‌تواند بارور شود. بیشتر ژن‌های مادر در هسته تخمک نهفته‌اند. مقداری از آنها هم در میتوکندری‌ها گرد آمدند. بنابراین فرزند ژن‌های خود را از دو زن و یک مرد می‌گیرد. در نتیجه او دارای سه پرمار خواهد بود. چنین عملی را نخستین بار در سال 1997 در آمریکا انجام دادند و کسی که این کار را کرد پزشک هلندی ژاک کوهن بود. انگلستان نخستین کشوری است که در سال 2015 چنین عملی را قانونی کرده است. ولی پرمار بودن مسئولیت بسیار بزرگی است. هزاران سال انسان‌ها دارای فرزند می‌شدند بیان که در برابر فرزند مسئولیت قانونی داشته باشند. تا عصر جدید و با پیشرفت جهانبینی انسان در جامعه‌های اروپایی، پدر و مادر از فرزند اطاعت و احترام می‌خواستند بیان که در برابر او مسئولیت قانونی داشته باشند. درست است که در همه دین‌ها به تربیت فرزندان اشاره شده است، ولی این بیشتر برای این بوده که پدر به فرزندان آداب و وظیفه‌های دینی را بیاموزد تا آنان به مسجد یا کلیسا بروند، نماز بخوانند، روزه بگیرند و چیزهای دیگر از این دست. به معنای این نیست که به فرزندان خود آزاداندیشی و توانایی دوری از پیش‌داوری و تعصب بیاموزند تا آنان باورهای شما را زیر سوال ببرند، یا اینکه به پسران خود بیاموزند به زنان زور نگویید و آنان را برابر با خود بدانید. در ایران سده ها بیشتر مردم دارای فرزند می شدند بیان که در برابر فرزند احساس مسئولیت داشته باشند. معتقد بودند یا شاید هنوز بر این باورند که هر آن کس که دندان دهد نان دهد. چه بسا در نسل‌های پیشین خانواده‌های ایرانی پدرانی بودند که زن‌های بسیار گرفتند و فرزندان بسیار داشتند و بیان که احساس مسئولیت کنند آنان را به امان خدا رها می‌کردند. در بیشتر این موردها همه بارها بر دوش مادر بیچاره می‌افتاده است. با پیشرفت جامعه انسانی در اروپا انسان به این نتیجه رسید که پرمارها باید در برابر فرزندان مسئولیت داشته باشند و اگر به وظیفه های خود در برابر فرزندان عمل نکنند باید دستخوش پیگرد قانونی شوند. در جامعه های پیشرفته باختری امروز کودکان دارای حقوقند و این حقوق را نخستین بار به طور رسمی اتحادیه ملل پس از جنگ جهانی یکم وضع کرده است. در اعلامیه حقوق کودکان که در سال 1924 در ژنو منتشر شده است. از آن زمان توجه به حقوق کودکان بیشتر شده و میتوان به کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان اشاره کرد که در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1989 به تصویب رسیده است. پیش از آنکه ادامه دهم، پرمار زیست شناختی نام دیگری دارد و آن پروژنیتور است در انگلیسی. در فارسی میتوان با آن زادار گفت، از مصدر زادن. زادار بیشتر در مورد جانوران به کار میرود، پرمار در مورد انسانها. زادار در اخترفیزیک هم کاربرد دارد. این بود درباره پرمار زیست شناختی و حال درباره پرمار حقوقی یا قانونی. پرمار حقوقی یا قانونی
کسی است که بنابر قانون مسئولیت کودکی را بر عهده می‌گیرد از راه فرزند خواندگی. چنین کودکان که بنابر قانون فرزند پرمارها شناخته شدند می توانند همه حقهایی را داشته باشند که فرزندان زاستاری یا طبیعی. پیش از آنکه سخن را به پایان برسانم به چند مورد کاربرد پرمار در فیزیک و اخترفیزیک توجه کنیم. عنصر پرمار، عنصر شیمیایی رادیواکتیو، خود به خود تباهی می‌یابد و به عنصرهای شیمیایی دیگر تبدیل می‌شود. برای نمونه اورانیوم 238 به سرب 206 می‌ترادیسد. اورانیوم 238 عنصر پرمار است، سرب 206 عنصر دختر. پتاسیم 40 از هم شکسته می‌شود و به آرگون 40 می‌ترادیسد. پتاسیم 40 عنصر پرمار است، آرگون 40 عنصر دختر. نمونه دیگر، ابر پرمار. ستارگان در درون ابرهای مولکولی کیهانی پدید می آیند. این ابرهای مولکولی را ابر پرمار می نامیم. وقت ما به پایان رسید. واپسین نمونه کاربرد پرمار در اخترفیزیک، کهکشان پرمار. فضای کیهانی آکنده است از کهکشان ها. آنسان که گاهی تعداد بسیاری کهکشان در سویی که نگاه میکنیم در طول یک خط دید قرار دارند. وقتی ستاره‌ای در یکی از این کهکشان ها منفجر میشود، تشخیص این که در کدام یک از این کهکشان ها بوده گاهی دشوار است. کهکشانی که در آن انفجار روی داده کهکشان پرمار نامیده